سلام به همه دوستان عزیز، من رسانم. خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه و یک ویدیوی آنباکسینگ دیگه. یه سری ویدیوی آنباکسینگ تا حالا واسه تون آپلود کردیم، کنسول PS1، PS2، آتاری، سگا، میکرو و نوبتی هم که باشه نوبت آنباکس کنسول پلی‌استیشن 3، کنسول بی نهایت بزرگ و سنگین، خیلی 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 زیاد سنگینه این کنسول. کنسول موفقی نبود، یعنی توی زمان خودش همزمان با ایکس باکس 360 این کنسول ریلیز شد. البته فکر کنم PS3 یه مقداری دیرتر ایکس باکس 360 ریلیز شد، ولی بازم موفق تر نبود. و اگه یادتون باشه اون موقع کنسول ایکس باکس خیلی طرفدارای بیشتری داشت و هر کسی میرفت سراغ پلی‌استیشن 3 صرفا فقط به خاطر انحصاریاش بود. و امروز میخوایم ویدیو آنباکسینگ این کنسول رو ببینیم که بازم لینک اصلی این ویدیو توی دیسکریپشن هست، میتونید کلیک کنید و بریم ببینید. فقط اگه هنوز کانال یوتیوب منو سابسکرایب نکردین، همین الان برین زیر این ویدیو اون کادر قرمز رنگو بزنید و کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید که هر روز براتون استریم و کلی ویدیوهای جذاب دارم. و اگه داری از اکسپلور این حساب منو می‌بینی، پیج رسان داشو رو فالو بکن. دمت گرم، بدون وقفه بریم توی ویدیو. بله، اورجینال PS3 بذار من در رفت اینجا. اورجینال PS3 فت 60 گیگابایت، من دقیقاً همینو دارم، دقیقاً الان خودم همینو دارم. اوکی، داره با قمه شمشیر با چی داره باز میکنه؟ بله، کابل HDMI. اولین کنسولی بود که از شرکت سونی که کابل HDMI رو ساپورت میکرد. اوکی، خیلی سنگینه. به این نوشه One of the heaviest ever console، یکی از یا میشه گفت سنگین ترین کنسولی که تا الان ساخته شده. خیلی کنسول سنگینه و طوری بود که نمیتونی با یه دست، با دو تا دست بولد کنن میکردی این کنسول رو و حواستان باشه که نیفته. و این کنسول هم میتونست بیسته، مثل کنسول های مثل کنسول PS2 هم میتونست بیسته، هم حالا شما به صورت خوابیده اینو بذاری. و 4 پورت داشت، یعنی شما میتونستی 4 نفره بازی بکنی. و چیزی که اینجا نوشته بلوری دیسک، اولین کنسولی بود که دیسک های بلوری پشتیبانی میکرد. به خاطر همین نسبت قیمت دیسک های PS3 تا ایکس باکس خیلی تفاوت داشت. یعنی شما یادم دیسکای ایکس باکس 360 رو خیلی ارزون می‌خریدی، ولی دیسکای PS3 چون از دیسکای بلوری استفاده می‌کردن خیلی گرون بود. اون موقع اختلاف زیاد بود. شاید هم که دلایلی که اکثر گیمرها می‌رفتن سراغ ایکس باکس 360 شاید به خاطر همین ارزون بودن بازی‌هاش هم بود. اوکی، ولی سونیه دیگه، سونی جز کنسولاییه که همیشه محترمه. 60 گیگابایت کل حافظش بود. بهتون میگم اینه یه نسخه اسلیم هم اومد، من آنباکس اسلیم اینا براتون میذارم، ولی فعلا بریم نسخه فتو ببینیم، اون نسخه اورجینال. بله، پلی‌استیشن 3. معمولا این شخص کنسول های نو رو آنباکس میکنه، خیلی برام جالبه واقعا. اوکی، چقدر جالب واقعا. در کنسول باز ببینیم محتویات داخل باکس چیه. خب اولین یه دونه تابله، کاتالوگ های مسخره، واقعا مسخره. یعنی چی بگیم دیگه، جز این که فقط بگیم کاتالوگ ها مسخرن هیچی دیگه نمیتونیم بگیم. واو، خیلی جالبه. حالا بعد وقتی دسته بازی و کنترلر بازی و قشنگ نشون داد، توضیحات جالبی میخوام راجع به کنترلر بدم. محتویات چه چیزا خاصی، حالا یه کابل برق و اینم یه تبدیل ای ویه. بله، دقیقا همون کابلیه که توی PS2 هم بود، این همونه، هیچ تفاوتی نداره. ببینم، خب یه کپچر ای ویه اینطوری بهتون بگم. و هی جان، یه کابل لن، چقدر جالب. کابل لن هم داشت، مال من نداشت ولی کابل لن داشت، چقدر جالب. و کابل برقشه،
شارژر دستشه. بله، از این مدل USB ها میخورد و دوال شوکی که اولین دوال شوک سونی که از سیستم وایرلس پشتیبانی میکرد. یه چیز خیلی جالبی که فقط شرکت سونی داشت این بود که توی 3 کنسول اومد از 1 کنترلر استفاده کرد و شما اصلا هیچ جای دنیا و توی هیچ کنسولی نمیبینی که یه شرکتی بیاد توی 3 از کنسولش، یعنی پلیستشن 1، پلیستشن 2، پلیستشن 3 بیاد از 1 استفاده بود. چیز خیلی جالبی که داشت اولش این که این اولین دوال شوک هایی بود برای شرکت سونی. ایکس باکس هم داشت، برای شرکت سونی که از تکنولوژی وایرلس استفاده میکرد، یعنی شما دیگه احتیاج به سیم نداشت، صرفا فقط شما اون دسته رو شارژ میکرد و یه پوان مثبتی داشت نسبت به دستای ایکس باکس، که دستای ایکس باکس باید باتری میذاشتی و خیلی باید باتری میخریدی، دور و برت از باتری شلوغ میشد همیشه، ولی خب دستای پلیستیشن 3 شارژی بودن و خیلی هم عالی و بی نهایت سبک، خیلی سبک بودن دوال شوک ها، ولی همون اصلا نها کنید همون. بله، این عدد 4 که شما داری 1, 2, 3, 4 نشون میداد که 4 دسته به این کنسول متصل میشد و مثلا کسی که دسته 1 میشد این چراغ 1 روشن میشد، یکی تا 4 که اون چراغ روشن میشد و وقتی هم شارژ میشد این چراغ ها اینطوری خاموش روشن میشدن. واقعا دوال شوک فوق‌العاده‌ای بود، فوق‌العاده. چه کوالیتی داشت، واقعا کوالیتی شادی بود. عالیه، فوق‌العاده است صدا، یکی از زیباترین صدایی که یه گیمر میتونه بشنوه این صداست. اصل کاری رو داره. ببین اصلا مشخص سنگی، خیلی سنگی. بله، و یه چیزی هم بهتون بگم، واقعا یه نفر میتونست با این جلو بازو بزنه، به خدا انقدر سنگین بود. من یه بار یادم این کنسول از بالایی افتاد، من گفتم نابود شد، ولی خودش هیچیش نشد، ولی گفتم نابود شد. بله، بذارید هم مشخص بشه کن. بله، نوعه این، کاملا نوعه، کاملا نو. پلیستیشن 3 چقدر فونتش قشنگ. هول شیت، چه مشکی جذابی، چقدر این کنسول زیبا بود. من میسوندمش. بله، همینطور که دارید میبینید لمسی هم بود، این یادم اینجا رو لمس میکردی روشن میشد. یادش بخیر، واقعا موقع اوج تکنولوژی بود این کنسول. الان احتمالا بره واسه یه تست دیگه، بریم تستش کنیم. Who loves the PS3؟ کیا PS3 رو دوست دارن؟ آه چه خوشگل، همین الان لایک کنیم. اونایی که PS3 رو دوست دارن همین الان این ویدیو رو لایک کنن. چقدر تمیزه، چه نمایی، چه نمایی، واقعا چه نمایی پین برداری کرده، چقدر خوشکله. ایوه آخ، این صدا تا الان هستش. فکر کنم اگه PS5 نداشتم، ولی فکر کنم تا PS5 این صدا هست. بله، تازه داره نصب میکنه. بچه ها دقت بکن، صدای فنشو دارم میشنوم. کنسولی بود که صدای فنش خیلی زیاد بود، قشنگ احساس میکردی داره یه هواپیما بالا سرت پرواز میکنه.
سونی کامپیوتر انترتینمنت. بله ببین چه بازی میخواد پلی بده. Call of Duty 3, one of the original PS3 launch games. Holy shit. حالا اگه دوست دارین گیم پلی Call of Duty 3 رو براتون بذارم همین الان لایک کنین. لایک. بچه بازی PS3 رو دوست دارین براتون ضبط کنم؟ توی کامنت بنویسید و اسم بازی که میخواید براتون ضبط کنم بنویسید که کدوم بازی PS3 با هست. PlayStation 3 و شروع شد. بعد شرکت اکتیویژن باز ما سال 2006. اوکی این اینترو معروف اکتیویژن. ای جان فوق‌العاده است، فوق‌العاده. Call of Duty 3 یکی از بازی فوق‌العاده بود که من روی ایکس باکس بازیش کردم، یادش به خیر. واقعا به گیم پلای Call of Duty همیشه کم بود. مثلا من یادمه یه روز یا دو روز من گیم پلای کاملش رو میرفتم. با L1 R1 شوت میکرد. نگاه این تکنولوژی از اینجا شروع شد که با یه حرکت شما دسته میدین تکنیک وایرلس استفاده میکرد و خیلی کارا با کسی با کنترلر PS3 انجام بده که یه دونه شما دارید میبینید الان. مثلا گرافیک رو ببینین، ولی اون موقع این گرافیک فوق‌العاده بود. اون موقع من یادمه حسی که با دیدن این بازی داشتم، میگفتم یعنی چقدر دیگه گیم داره پیشرفت میکنه، چقدر گیم ها اون موقع خوب بودن. Call of Duty میومد مثلا تمرکزش میذاش رو جنگ جهانی، چقدر خوب بودن این گیم ها واقعا. هوشه اومد داره دیسکای PS2 رو الان تست میکنه. دیسک گاداوار رو گذاشت که اجرا نکرد، دراگون بالز رو گذاشت. اوکی بعضی از دیسکای PS2 رو هم ساپورت میکرد و خیلی خوب بود. و الان میگن PS5 فکر کنم دیسکای PS4 رو ساپورت کنه. PS3 PS2 رو نمیدونم، ولی دیسکای PS4 رو که میدونم ساپورت میکنه. چقدر جالب، داره الان دیسک PS2 رو بازی میکنه. عالیه، عالی. Ridge Racer 7 چقدر گرافیک خوبی داره بازیش. ایوه خوشم آمد، چه بازی باحالیه. من این بازی رو تجربه نکردم، کسی بازی رو بازی کرده توی کامنت ها بنویسه، من که تجربه نکردم این بازی رو. خب دوستان اینم از ویدیوی آنباکس کنسول PS3. کنسول خیلی سنگین PS3، باید میومدیم این کنسول رو آنباکس میکردیم چون تمام PS1 PS2 رو گذاشته بودیم و دیگه نوبت PS3 بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو. اگه دوست دارید دوباره این سب ویدیو براتون ضبط کنم، همین الان توی کامنت ها بنویسید و کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید. دمتون گرم، تا ویدیوی بعد و آنباکس بعد یا بازی بعد. خدا نگهدار.